بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین در سلسله درسهای تاریخ اسلام یک به موضوع بعثت پیامبر بزرگوار اسلام رسیدیم و همونطور که اشاره شد پیامبر سرانجام در سن چهل سالگی و سیزده سال قبل از هجرت در شهر مکه در غار حرا در شمال شرق مکه به پیامبری مبعوش شد و بعد از آن که به پیامبری مبعوش شد یک رسالت بزرگ آسمانی و جهانی و فراگیر و فوقلاده و بیمانند را در وجود خود و نسبت به خود احساس کرد و وارد دعوت جامعه شد یا ایها المدسر قم فانذر و رب و کبر و ثیاب و و رجز فهجر و لا تمنون تستکسر بنابراین پیامبر اکرم دعوت را آغاز کرد این دعوت پیامبر اکرم نخست از خشاوندان بود است و طور طبیعی همین بود وقت منزل آمد اولین فردی که با او مواجه میشه همسر بزرگوارش ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا صلوات الله علیه است طبیعی است که به این اولین فرد که از جهات گوناگون روانشناسی و جامعه شناسی و فکری و تجربی و احساساتی و عقلی این فرد زمینه بسیار مساعد برای پذیرش دعوت پیامبر داشت آیین خود را و دین خود را به حضرت خدیجه عرضه کرده باشد و این شخصیت را به آین خود دعوت کرده باشه و اونم به اتفاق مورخان بلا فاصله این دعوت رو پذیرفت و عنوان نخستین زن مسلمان را در تاریخ اسلام به خود اختصاص داد از این رو در تاریخ اسلام بین فرق گوناگون و گروه ها و نحله ها و طریقه ها و مذاهب متعدد متفاوت اتفاق نظر وجود دارد که اولین زن که در اسلام اسلام را پذیرفت و به دعوت پیامبر اکرم لبی گفت حضرت خدیجه ام المؤمنین نخستین همسر پیامبر بزرگوار اسلام بوده است اما در میان مردان وضعیتش چه قرار است معمولا در گزارش های تاریخی اتفاق نظر وجود ندارد بعضی از گزارش ها حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را با عنوان نخستین مرد مسلمان یاد کرده است اولین کسی که اسلام را از پیامبر اکرم پذیرفت و به دعوت پیامبر بزرگوار اسلام در مبنی بر پذیرش اسلام لبه گفت در میان مردان علی ابن ابی طالب پسر عموی پیامبر بزرگوار اسلام و بعدا هم داماد پیامبر اسلام گردید این شخصیت بود است ولی در گزارش های هرچند اندکی و دیدگاه های هرچند نچندان زیاد و قابل توجه افرادی دیگر نسبت به علی مقدم دانسته شده اند و علی ابن ابی طالب نخستین فرد برای پذیرش اسلام یا نخستین مسلمان در میان مردان در تاریخ به شمار نرفته است خب حقیقت چیست آیا واقعا امام علی علیه السلام نخستین مسلمان در تاریخ اسلام هست با این افتخار را داشته است یا کسانی دیگر این افتخار را تصاحب کرده است ما وقتی که هم به گزارش های تاریخی و هم به احادیث و روایات و هم به شواهد و قرائن عقلی توجه پیدا می کنیم کاملا و دقت می کنیم. کاملا به دست می آید که نخستین مسلمان در میان مردان حضرت علی ابن ابی طالب بود است و هیچ تردیدی در این باره وجود ندارد به دلیل آن که ما برای این امر اگه بخوایم شواهد و قرائن در نظر بگیریم از جمله مهمترین شاید گزارش و اصلا نظر خود پیامبر اکرم است ما روایت داریم که پیامبر اکرم خودش در این امر اشاره کرده است و به این امر تصریح کرده است از میان روایات تاریخی که وجود دارد اگر بخوایم فشرده کنیم ترجمهش را به زبان فارسی به این صورت می شود نخست پیامبر اکرم در جمع در میان جمعی از مسلمانان شخصا فرمود نخستین کس از شما مسلمانان که در روز رستاخیز یا قیامت با من در کنار حوز کوسر ملاقات می کند پیش ترین شما در اسلام یعنی علی ابن ابی طالب است این روایت رو در جاهای مختلفی از منابع تاریخ ما میتونیم به دست بیاریم از جمله در کتاب الاستعاب فی معرفت الاسحاب که تعلیف ابن عبدالبر میباشد و همینطور حاکم نیشابوری در این کتاب این امر را آورده است ابن الحدید این را نقل کرده است بنابر این در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدیث جلد 3 صفحه 28 همین گزارش تاریخی آمده است و همینطور حاکم نیشابوری در المستدرک علی الصحیحین همین امر را آورده است در جلد 13 صفحه 229 و خطیب بغدادی در تاریخ بغداد در جلد دو صفحه 81 و همینطور حلبی در سیره حلبی جلد یک صفحه 432 این امر را آورده است همینطور در الکامل فی تاریخ ابن عسیر جلد دو صفحه 57 و سایر منابع شیعه و اهل سنت منابع حدیثی و تاریخی که مورد تعیید و قبول و پذیرش فرق گوناگون و مذاهب گوناگون است این امر آمده است که پیامبر اکرم خود تصریح کرده است که در روز رستاخیز و قیامت نخستین کسی که در با من در کنار حوض کوسر ملاقات میکند اون کسی است که پیش قدم ترین شما و نخستین شما در پذیرش اسلام بوده است و اون علی ابن ابی طالب میباشد افزونی بر این روایت ما دو سه تا روایت از امام علی علیه السلام داریم که ایشون در جایی میفرماید آن روز اسلام جز به خانه پیامبر و خدیجه راه نیافته بود و من سومین آنها بودم نور وح و رسالت را میدیدم و بوی نبوت رو میشنیدم یا در جای دیگر میفرماید خدایا من نخستین کسی هستم که به سوی تو بازگشت و پیام تو را شنید و به دعوت پیامبر پاسخ گفت پیش از من جز پیامبر کسی نماز نگذارد این را علی علیه السلام خود اعتراف کرده است و بیان داشته است و گزارش نموده است که قبل از من کسی پشت سر پیامبر اکرم نماز برگزار نکرد و من نخستین کس بودم از این جهت اون اولین فردی بود است که دعوت پیامبر را پذیرفته و اسلام را قبول کرده است افزون بر این گفته پیامبر اکرم و همینطور گفتار متعدد امام علی علیه السلام که خود را نخستین مرد دانسته است که اسلام را پذیرفته است یا یعنی نخستین فردی از میان مسلمان ها دانسته است که اسلام را لبیک گفته و پذیرفته افزون بر این اعتراف دانشمندان و محدثان بزرگ نیز می باشد دانشمندان و محدثان بزرگ که اسلامی نقل کرده اند که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله روز دوشنبه به نبوت مبعوث شد و علی فردای آن روز یعنی سه شنبه با او نماز خوان این را هم در منابع گوناگون ما شاهد هستیم که آمده است از جمله الکامل فی تاریخ جلد دو صفحه 57 این روایت آمده است و همینطور در منابع دیگر مثل ابن ابی حدید که قبلا هم اشاره شد جلد سه صفحه 229 همین گزارش تاریخی را آورده است پس افراد مثل ابن اسیر در الکامل و ابن ابی حدید در شهر نجر بلاغه و سایر دانشمندان که از آوردن اسامی اونها و تعلیفات اونها و جزئیاتش ما معذوریم به دلیل زیقی وقت به خاطر فرصت اندک اینها همشون اعتراف کردند که علی علیه السلام نخستین فرد در جهان اسلام و در تاریخ بود است که دعوت پیامبر را لبه گفت یا گفتن در میان مردان نخستین بوده است به هر وقتی نخستین فرد باشه در میان مردان هم نخستین می شود که عرض کردم در میان زنان اتفاق نظر مسلمانان می باشد که نخستین مسلمان زن حضرت خدیجه ابن خویلید هم نخستین همسر پیامبر بزرگوار اسلام بود است حالا پس روشن شد از لحاظ عقلی هم عزیزان بننده دوستان فرهخته کاملا روشن است علی علیه السلام کسی بود است که او با پیامبر اکرم بیش از دیگران نزدیک و همسو و همجهت بود در یک خانه تربیت یافته بودند در یک خانه بزرگ شده بودند و از دوران کوچکی امام علی علیه السلام در کنار پیامبر در خدمت پیامبر و همجهت پیامبر و دوست و مهمترین یار و یاور پیامبر بود و فرمانبردار پیامبر بوده از دوران کوچکی و از لحاظ خانمادگی خب وقتی چنین بوده پس بنابر این پیامبر اکرم رو او زودتر درک میکنه مانند خدیجه که هم فکر و هم کف پیامبر بود و صرف دعوت پیامبر تردید نکرد و دعوت پیامبر را لبی گفت علی علیه السلام نیست چنین حالت داشت از جمله در یکی از منابع می که تحت عنوان علی در مکتب پیامبر اینجا آمده است چندی پس از تجدید بنای کعبه و چند سال پیش از بعثت حضرت محمد صلی الله علیه و آله قحطی بزرگ در مکه رخ داد ابو طالب عموی پیامبر تهیدست و آیلمند بود محمد صلی الله علیه و آله به عموی دیگر خود عباس که از ثروتمندترین افراد بنی هاشم بود پیشنهاد کرد که هر یک از ما یکی از فرزندان ابو طالب را به خانه خود ببریم تا فشار مالی او کم شود و عباس موافقت کرد هر دو نزد ابو طالب رفته موضوع را با وی در میان گذاشتند او با پیشنهاد مزبور موافقت کرد در نتیجه عباس جعفر را به نزد خود برد و محمد صلی الله علیه و آله علی را تحت تربیت و کفالت خود قرار داد علی همچنان در خانه آن حضرت بود تا آن که خداوند او را به رسالت مبعوض کرد و علی او را تصدیق و از او پیروی کرد این موضوع در قدیمی ترین سیره نبوی که در دست ما باقی مانده است و به ما رسیده است که از سیرت نبویه لابن هشام باشه در این کتاب آمده است جلد یک صفحه 262 در تاریخ تبری که معروف به تاریخ تبری است و نام اصلی آن تاریخ خلعمم و الملوک است ل محمد ابن جریر تبری تعلیف محمد ابن جریر تبری در این کتاب معروف تاریخی که همه مسلمان ها آن را قبول دارند و یکی از مهمترین منابع تاریخی اسلام باشد در جلد دو صفحه 213 یا 213 این آمده است همینطور در منبع دیگری که قبلا هم نامش را بردیم الکامل فی تاریخ ابن اسیر نیز این گزارش رو آورده است جلد دو صفحه 58 و همینطور بلازوری در کتاب معروفش انصاب الاشراف این گزارش را آورده است جلد دو صفحه نوت همینطور ابن ابی الحدید در شهر حین هجل البلاغه جلد سیزده صفحه سد و و جلد یک صفحه پونزده این گزارش رو آورده است حالا وقتی پیامبر اکرم خودش تحت تکفل ابو طالب بزرگ شده است و بعد از این که علی به دنیا میاد و هنوز کودک با علی در ارتباط بوده است همیشه در تماس بوده است دوست بوده است هم فامیل بوده هم خانواده بوده در ارتباط بوده و هم ریشه بوده و هر دو تحت تأثیر و تربیت و اونس و شفقت و مهربانی و مرحمت تی ابو طالب بوده و هر دو تحت تکفل و مهربانی و شفقت و عطوفت مادر علی فاطمه بنت اسد بودن بعد از اینکه روزگار ابو طالب به فقر میگراید و همونطور که در این گزارش آمده بود علی علیه السلام تحت تکفل و سرپرستی پیامبر قرار می و پیامبر اون را بزرگ می کند, تربیت می کند, در خانه خود نگه میدارد دارد و از لحاظ تغذیه و پوشش نیز مستقیما اون رو تحت پوشش قرار میدهد این امر نشان میده که علی چه اندازه با پیامبر نزدیک بوده است از لحاظ خانوادگی، از لحاظ فکری، از لحاظ فرهنگی از لحاظ اخلاقی از لحاظ عطوفت و مهربانی و صمیمیت و یک رنگی نزدیکترین مرد و نسبت به پیامبر اکرم از دوران طفولیت خود تا مرگ حضرت علی, علی علیه السلام بوده در این تردید نیست عقل حکم میکند اینکه علی علیه السلام نخستین فرد باشه که حتی از نهانها و اسرار پیامبر آگاه بشه و نخستین کسی باشه که حتی منویات پیامبر را بیش از دیگران درک کند و نسبت به اونها حساس باشه و طبق منویاتش عمل کند چی رسد به اینکه پیامبر یک تجربه کلان را تجربه کند که دریافت وحی باشد و مبعوش شدن به رسالت باشه و بعد مأموریت پیدا کند اینکه مردم را به این رسالت دعوت کند و علی علیه السلام را هم به این رسالت دعوت کنه و علی علیه السلام نپذیرد نوبت به دیگرا برسه نوبت به افراد دیگر برسه از بنی هاشم یا حتی غیر بنی هاشم از طایفه مخزوم بنی مخزوب بنی عاص بنی وایل بنی تیم بنی عدی بنی امیه نوبت به اینها برسه معنا نداره عقل حکم میکنه که این گذشته ای که علی با پیامبر داشت این یگانگی این هم خانه بودن این تحت تکفل پیامبر بودن این کمال عطفت مهربانی که پیامبر نسبت به علی داشت و کمال عشق و علاقه و احترامی که علی نسبت به پیامبر داشت بعد از اینکه پیامبر تجربه وحی را در واقع داشت و مردم را شروع کرد به دعوت کردن علی علیه السلام نخستین کسی باشه که به پیامبر ایمان آورده باشه و نخستین مسلمان در تاریخ اسلام باشه این خلاصه اون چیزی است که در بعض منابع یا برداشت های تاریخی با زاویه خاص که با علی ابن ابی طالب داشتن آمدن این مقام علی را خواستن انکار بکنه و بگوین اولین مسلمان در تاریخ اسلام یا در میان مردان مسلمان کسی غیر از علی بوده است خواسته این فضیلت را از علی انکار بکنن و بگیرن در حالی که امکان نداره همونطور که خدمت شما عزیزان فرهیخته و بینندگان بزرگوار و حقیقت جو عرض کردم هم پیامبر اکرم به این امر گزارش کرده است و تصریح نموده است که علی نخستین مسلمان در میان مسلمان ها در تاریخ اسلام است و هم علی علیه السلام حداقل در دو جا سراحتا ابراز کرده است که من نخستین کسی بودم که پشت پیامبر اکرم نماز خواندم و قبل از من احد دعوت پیامبر را نپذیرفته بود و پشت سر اون حضرت اقتدا نکرده و نماز نخوانده بود و هم دانشمندان گوناگون از مذاهب مختلف که در این بار تحقیق کردن و در تاریخ اسلام اسناد و گزارش ها را جمع کرده تعلیف و منابع علمی و پدید آورده ان و کتاب های تاریخی نوشته اند مانند ابن ابی الحدید مانند ابن اسیر و مانند افراد دیگر شبیه اون که ابن عبدالبر و امثالش باشه اینها هم رسما اعتراف کردند که علی علیه السلام نخستین مسلمان در تاریخ اسلام و یا نخستین مرد مسلمان در تاریخ اسلام بوده است و این افتخار بزرگ است که نخستین کسی که دعوت پیامبر را در اون شرایط سخت در اون شرایط دشوار در اون فضای رعب و وحشت و خرافات و و امثالش پذیرفت در اون فضای قبیله پرستی و از حق گریزی و, و زورگویی و امثالش سنت پرستی و تقلیدگرایی و محافظه در اون فضای فوق نامساعد پیامبر اکرم صدا کرد دعوت کرد و علی علیه السلام نخستین کسی بود و اولین فردی بود که اسلام را پذیرفت و و پیامبر اسلام ایمان آورد این یک افتخار بسیار بزرگ است که نصیب علی علیه السلام شده است بعد از این بحث ما می به موضوع دیگر و اون ادامه دعوت است که دعوت مخفی باشه در تاریخ اسلام معروف است که پیامبر اکرم در چند مرحله دعوتش را انجام داده است اولین مرحله دعوت پیامبر دعوت مخفی بوده است همان طور که در اقسام دعوت پیغمبر یکی از قسمت دعوتش دعوت عشیرش به طور ویژه می باشد وانزر کل الاقربین اشاره به این امر دارد چون پیامبر اکرم دعوتش همیشه دو جنبه داشت دو سویه بود و دو در واقع جهت داشت هم تبشیر بود یعنی تشویق و هم انذار بود یعنی تنبه که امروز دانشمندان مختلف جامعه شناسی به این امر اعتراف دارند که جامعه قابل اصلاح می باشد و قابل پیشرفت می باشد و زمینه برای توسعه دارد و ظرفیت برای ارتقا دارد که در آن عنصر تشویق نسبت به افراد خیر افرادی که قوانین را رعایت میکنند افرادی که کار را مطابق قانون میکنند و افراد خدوم و افراد خیر تشویق نسبت به اونها وجود داشته باشه نسبت به شایستگان چه تحصیل کردگان چه دانش آموزان چه معموران دولتی چه محققان استادان معلمان کارگران خدمه و گروه های مختلف تولیدی و خدماتی و مدیریتی باید اونهایی که کار خوب انجام میدهند طبق قانون انجام میدهند از خود ظرفیت و استعداد و شکوفایی و خلاقیت و توانایی نشان دهند اونها باید تشویق بشوند تا این جامعه سر پا بمانه و همچنان مسیر پیشرفت رو توسعه رو ترقی رو بپیماید و افراد نیز زمینه برای خلاقیت و بروزی به استعدادهای برتر و به فعلیت رساندن توانایی های گوناگونش فراهم باشه همینطور امروز جامعه شناسان و دانشمندان میگه جامعه در کنار جامعه توسعه یافته و در حال پیشرفت ضرورت در در کنار تشویق خوبان باید تنبیه هم داشته باشه عنصر تنبیه هم در جامعه باشد که در واقع نکوهیش بدان باشه کسانی که قانونگریز هستند کسانی که به وظیفه خود عمل نمیکنند کسانی که خیانت میکنند کسانی که کار نمیکنند کسانی که وقت گذرانی میکنند کسانی که رشوه میگیرند کسانی که تبعیض دارند تعصب دارند بیکاری دارن تنبلی دارن و وقت گذرانی دارن و خیانت ها و زد و بند ها و راندخاره ها و مفاسد اداری و امثالش از اونها بروز می شود و ظاهر می شود اینها باید تنبه بشوند کیفر باید ببینن پیامبر اکرم نیز دعوتش این گونه بود هم جنبه انذار داشت و هم جنبه تبشیر داشت بشیر و نظیر بود از آغاز دعوت هم بشارت داشت و هم انذار و نظارت داشت کسانی که دعوت هم پیامبر را بپذیرد با آین توحید گرایش پیدا کند و دین اسلام را قبول بکند برای اونها بشارت میداد برای اونها بهشت را بشارت میداد سعادت دنیا و آخرت بشارت میداد در دنیا دین اونها محفوظ بود سعادت اونها تأمین بود زمینه و ظرفیت برای رشد همه جانبه معنایی و مادی اونها فراهم فرا بود و فراهم میگردید دیگه جانشان محفوظ و مسئون بود مسئونیت جانی پیدا میکردن مسئونیت مالی پیدا میکردن مسئونیت ناموسی پیدا میکردن از جهات گناگون ظرفیت و زمینه برای رشد و تعالی اونها فراهم میشد و سعادت دنیا و آخرت رو به دست می‌آوردن و احد یعنی در انتظار اونها بود از اون طرف کسانی که از دعوت پیامبر سر باز بزنن اونهایی که حق را بشناسن نپذیرن عدالت را بشناسن عمل نکنن و توحید را بشناسن به طرف شرک و کفر برون و ستم را بپذیرن و اجحاف را بپذیرن و فساد را قبول بکنن و تخیان بورزن و کفر بورزن نسبت به اونها که انواع ستم و ظلم میکردن چه بر خود چه بر جامعه و آینده و نسل خود اونها را انذار میداد از جهنم از آخرت تاریک از آتش سوزان از آینده فوق خطرناک این دعوت پیامبر بود در مرحله اول دعوت را مخفی شروع کرد در منابع تاریخی آمده است که پیامبر اکرم در آغاز سه سال دعوت مخفی نمود یعنی از 13 سال دعوتی که در مکه مکرمه به صورت مسالمت آمیز پیامبر بزرگوار اسلام داشت این سه سالش دعوت مخفی بود که علنی نبود مردم را در وقت میدید افراد را وقت که میدید و برداشتش از لحاظ روانی این بود که این آمادگی برای پذیرش دارد اونها را به صورت مخفیانه دعوت به اسلام میکرد اسلام را به اونا عرضه میکرد طبق روایت های معروف قول لا اله الا الله تفلحو میگفت که نخستین دعوت و استراتژیک ترین شعار و بنیادی ترین و راه ترین شعار پیامبر اکرم و دعوت و هدایتش همین مسئله بود یعنی قول لا اله الا الله تفلحو که مربوط به توحیده مردم بگوید هیچ خدای و هیچ معبودی و هیچ سزاوار ستایش و پرستش جز خدا نیست تا رستگار بشین این رو بگین رستگار میشین این امر یعنی اشاره داد به اینکه روی نقطه استراتژیک و راهبردی و فوق العاده بنیادی پیامبر اکرم انگوش تاکید میگذاشت روی اون دعوت میکرد چون اگر اون درست شد توحید وقتی درست شد بقیه امور فرع توحید وقتی از خدایان متعدد از خدایان رنگارنگ از بتهای فراوان دست کشیده شد وقتی از سنویت و تسلیس دست کشیده شد به طرف توحید مردم گرایش پیدا کردن و یک محور را برای عالم پذیرفتن یک مبدع را برای عالم پذیرفتن همه خوبیار را در دست او دانستند همه دانش را از او دانستند همه قدرت را از او دانستند مدیریت را از آن او دانستند آینده را در گرو او و علم غیب را در دست او و انحصاری در او دانستند بیاد هیل خیر باشه علا کل شیئین قدیر باشه بیاد هیل ملک باشه و او بتواند که قرآن میفرماید هر کسی را خواست عزیز میکند تو عز و منتشا و تو زل و منتشا عزت و ذلت در دست اون باشه و او خیر و رازقین باشه پس این فرد که خداوند است این وجود لایتناهی که خداوند است وقتی به این خدا و وجود واحد و احدش ما اعتراف کردیم شناختیم و پایبند شدیم و باورمان شدیم بقیه امور آرام آرام حل می شود و اگر این شعار دوچاری اشکال باشد بقیه امور جایی نمی رسد هر چند ما امور دیگر را پذیرفته باشیم کارهای خیر انجام بدهیم فعالیت های مثبت داشته باشیم اندیشهای های نیک داشته باشیم وقتی توحید درست نباشه کار از پای بست و ایران خانه از پای بست و ایران است اون موقع اگر پای بست و با ایران باشه دیگر فکر ایوان کردن و فکر روبنا و پنجره و در و دیوار و سقف و امثال نمودن کار عبس می باشد. گل مزن کاگل مزن دیوار بی بنیاد رو دیوار بی بنیاد در خور نیست و شایسته نیست و ظرفیت و قیمت ندارد اینکه او رو گل و کاگل بزنیم یا گچ بزنیم یا اینکه در و پنجرش را رنگ کنیم و تزین نماییم پس پیامبر اکرم روی توحید تاکید داشت و در این سه سال دعوت مخفی نمود به طور طبیعی نیز همون اشیره و اقربینش را بیش از دیگرها توانیست که دعوت نماید لذا گفتیم که نخستین زن در میان زنان خدیجه و نخستین فرد مسلمان در تاریخ اسلام علی علیه السلام بود که اردو جز خانوادش به شمار میرفتند تشکر میکنیم از حسن توجه شما و سلام علیکم و رحمت الله